انسان باید امیدوار باشه به رحمت رب العالمین. نگو من خیلی گناه کردم، نجس شدم، آلوده شدم. دو نفر حق ندارن این حرفو بزنن. یکی خودت حق نداری به خودت بگی من دیگه نجس شدم، پلید شدم، خدا منو نمی بخشه. حرام کسی بندی از بندگان خدا به خودش این حرفو بزنه، حرام، ممنوعه. نفر دومم کسی حق نداره به کسی بگه، من حق ندارم به تو بگم. اگر یک مستک سکرانی تو کوچی دیدم که عربده داره میکشه، حق ندارم ای نجس پلید پست، خدا تو رو نمی بخشه. هر لحظه احتمال داره اون فردا توبه بکنه، من برم جای اون، اون بیاد جای من. این جرأت رو به خودتون ندید که به کسی با چهار رکعت نمازت بگی خدا فلانی رو نمی بخشه، حتی که همیشه سکرانه. اگه دوستش دارید تلاش بکن که اونو نجات بدید، ولی قضاوت حق تو نیست، اونو نمی بخشه. تو چی کاره هستی تو رحمت خدا؟ اینقدر شرابخارا و عیاشا و هنرپیشه ها و خواننده هایی که یک عمر عیاشی کردن آمدن شخصیت های بزرگی و دعوتگران و مصلحان بزرگی شدن، خیلی از اون مغرور نماها به عبادت های که داشتن مغرور شدن، با عبادتشون درباره بندگان خدا قضاوت کردن، رفتن جای اونا، منحرف شدن. کی میدونه فردا چی میشه؟ اونی که داره عبادت میکنه باید گریه بکنه، خدای قبول بکن، منو ثابت قدم بکن. علما میگن تواضع و گریه و زاری با گناه خیلی بهتر از تکبر و خودخواهی با عبادته. یکی از سردسته های بزرگ راهزنا، اگر اشتباه نکنم، عیار یه زمانی رفته بود شب روی دیواری که بپره تو خونه. سبحان الله، رو دیوار منتظر بود که بپره تو خونه. یک دفعه صدای آیی از داخل خانه شنید که صاحب خانه شب به نماز ایستاده بود، زمانی که این رفته بود چه اون خانه رو بزنه. قدیم خود دیگه برق نبوده، سر صدایی نبوده، خلوت، رو دیوار نشسته بود که بپره. یک دفعه صدای آیه شنید که بعد از سوره هم اون صاحب خانه داره میخونه: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده کسانی که مؤمنن مسلمانن بر بگردن و دلهاشون بتپه و بلرزه برای خدا؟ وقتش نرسیده؟ هی میخواست بپره، دوباره اون آیه تکرار میکرد. سبحان الله، نمیفهمید که دزد آمده. اون نماز میخوند، داره هر شبش بود نماز شب میخوند. و بار سوم، دو سه بار که تکرار کرد، بار سوم گفت بلا. اون دزده که رو دیوار بود گفت بلا، وقتش رسیده که عیاض توبه بکنه و بر بگرده به سوی خدا، به جایی که بپره به داخل خونه، پرید به بیرون خونه و مسیرش عوض شد و یکی از قضات بزرگ و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام شد. یک راهزن. انسان نباید ناامید بشه، امیدتون نباید از دست بدید. این در بازه، برای همه بازه. اینجا خانه خداست، خانه من نیست که تو رو اجازه بدم دیگر رو اجازه ندم. کسی حق نداره چپ چپ به کسی نگاه بکنه. الله هم تعصب داره نسبت به بندگانش، خیلی تعصب داره. الله به ابلیس گفته تو یک سال، دو سال، سی سال، چهل سال بندگان منو گمراه میکنید، فکر میکنید که به غل و زنجیر کشیدید، دیگه مطیعتان مالتان، از من گرفتید، ولی من یه داغی بر دلت میذارم. بعد از چهل سال، پنجاه سال که این بنده منو شکار کردی، در قبضه خودت گرفتی، یه لحظه یه جرقی براش ایجاد میکنم، یه توبه نصیبش میکنم، تلاش 50 ساله تو بر باد میدم، من اجازه نمیدم بندگانمو ازم بگیرید. الله غیرت داره، تعصب داره نسبت به بندگانش. این تعصب خدا نسبت به بندگانش و مهربانیش. خدای نگاه به خطاهای ما مکن، به اشتباهای ما مکن، به گناههای ما مکن، نگاه به اون رحمت بیکران خودت بکن که از خشمت سبقت گرفته. سبحان الله، یک قطره رحمت تو میتونه گناه صد ساله ما رو بر باد بده، ذره ذره بکنه، بسوزونه.